سرخط خبرها اوضاع کشور بسیار بحرانی فقط چند هفته تا به هم مملکت مانده لطفا پیش از هر چیزی با لایک کردن این ویدیو و به بیشتر دیده شدن این اخبار کمک کنید با سپاس از همراهی شما همراهان آوای ایران درود به شما عزیزان از شما دعوت می کنم با بسته خبری امشب همراه ما باشید پس از ترور سرهنگ پاستار حسن سیاد خدایی عضو واحد 840 سپاه قدس بازوی خارجی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قلب تهران و انفجار در تأسیسات وزارت دفاع در منطقه نظامی پارچین با دو کشت و زخمی که گفته می شود اسرائیل پشت آن بوده بخشی از اسناد سری برنامه های اتمی جمهوری اسلامی مربوط به پروژه های نظامی توسط نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل برای دسترسی همگان منتشر شد هفته گذشته در رویدادی کم سابقه نفتالی بنت دو روز پیاپی پی, پی درباره ایران و حکومت آن صحبت کرد صحبت او دو محور اصلی داشت حمایت از اعتراضات ضد حکومتی در داخل ایران و هشدار نسبت به فریبکاری و دروغگویی جمهوری اسلامی در مورد صلح‌آمیز بود بودن برنامه اتمی در همین ارتباط یا ایرلاپید وزیر خارجه اسرائیل اعلام کرد چنانچه رژیم ایران همچنان به تهدید اسرائیل ادامه دهد و درگیری ها را به پشت مرزهای اسرائیل بکشاند تلاویف صحنه جنگ را به داخل خاک ایران منتقل خواهد کرد به گفته یک فعال سیاسی اوضاع کشور به شدت بحرانی است بعد از اعتراضات خوزستان کشور به حالت بشکه باروت درآمده و هر لحظه امکان انفجار خشم مردمی وجود دارد این فعال سیاسی نوشته با کشیده شدن ماشه اولین تحریم شورای امنیت و پرواز نرخ ارز در کنار گرانی های شدید و سطح معیشت فعلی مملکت به هم خواهد ریخت و این مسئله میتواند فقط چند هفته با ما فاصله داشته باشد این تحولات همگی در آستانه برگزاری نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روی میدهد. نشستی که اگر در آن اعضای شورا قطنامه علیه جمهوری اسلامی صادر کند میتواند زمینه‌ساز زمین ساز ارجاع پرونده اتمی رژیم ایران به شورای امنیت شود. آنگاه در یک قطنامه احتمالی از سوی شورای امنیت اگر کشور مربوطه زیل فصل هفت قرار بگیرد هم ام امکان استفاده از گزینه تحریم علیه آن وجود دارد و هم امکان استفاده از گزینه نظامی پس از آنکه نفتالی بنت اسناد مرتبط با پروژه اتمی نظامی جمهوری اسلامی را منتشر کرد، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین انرژی اتمی به اسرائیل سفر کرد. آن هم وقتی که این نهاد بین در گزارش فصلی خود در آستانه برگزاری نشست شورای حکام اعلام کرد میزان ذخایر اورانیوم در ایران برای تولید بمب اتم کافی است و برای چندمین بار در دو سال گذشته حشدار داد که جمهوری اسلامی از پاسخ معتبر و قانع کننده در مورد آثار اورانیوم کشف شده با منچه انسانی در چند سایت اعلام نشده خودداری می کند. این سایت ها در مریوان، پارچین و رامین و ترقوزاباد قرار دارند و جمهوری اسلامی ادعا می کند آثار ذرات اتمی در این سایت ها ناشی از خرابکاری هستهی با هدف آلوده سازی بوده است. اما آژانس این استدلال و ادعا را غیر واقعی می دانند. هرچند سه عضو دائمی شورای امنیت آمریکا فرانسه بریتانیا و آلمان پیشنویس یک قطنامه علیه جمهوری اسلامی را تدوین کردند اما زمزمه هایی به گوش می رسد که دولت جو بایدن همچنان به بهانه بسته نشدن درهای توافق هستهی نمی‌خواهد شورای حکام علیه جمهوری اسلامی قطنامه صادر کند این همه در حالی است که نفتالی بنت این نکته را به گروسی یادآور شده که اگر جامعه بین الملل نتواند در مقابل تهدیدات جمهوری اسلامی کاری از پیش ببرد اسرائیل حق دفاع از خود را در برابر اقدامات رژیم ایران محفوظ میداند آژانس المللی انرژی اتمی از زمانی که رافائل گروسی مدیریت آن را به عهده گرفته نسبت به فعالیت های هسته جمهوری اسلامی بسیار سخت گیرانه رفتار کرده است درست برخلاف دورانی که یوکیو آمانو مسئولیت آن را به عهده داشت در آن دوران مقامات رژیم ایران به مماشات و ارفاقهای آژانس عادت کرده بودند و فکر میکردند میشه چنین خواهد بود مماشات آمانو با رژیم ایران تا حدی بود که حتی توصیه و درخواست اسرائیل برای بازدید از چند سایت مخفی در ایران توسط آژانس را رد کرده بود اتفاقا اسنادی هم که نفتالی بنت از پروژه های نظامی در برنامه های اتمی جمهوری اسلامی علنی کرده مربوط به دورانی می شود که آمانو مدیر کل آژانس بود بعد از توافق اتمی موسوم به برجام که در ژوئیه 2015 به دست آمد آمانو مرتبا در گزارش های خود تاکید میکرد که جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود در برجام پایبند است در عوض سختگیری های رافائل گروسی نسبت به پروژه اتمی جمهوری اسلامی آنقدر قاطعانه است که در تهران میگویند اسرائیل برای اختلال در معموریت آژانس انرژی اتمی اخلال می کند یا اینکه ادعا می کنند بازرسان آژانس جاسوس موساد هستند حالا که این نهاد بین المللی در چارچوب وظایف خود در مورد همه کشورها عمل می کند و اگر آمانو به هر دلیلی چنین نمی کرد نمی توان به وی تهمت زد که جاسوس جمهوری اسلامی بوده است به نظر می رسد اگر نشست آتی شورای حکام که قرار است دوشنبه ششم جوان برگزار شود به صدور قطنامه علیه جمهوری اسلامی منجر شود شکاف در هسته قدرت جمهوری اسلامی به نقطه برگشت ناپذیر نزدیک شده و مقامات و محافل جناهی و مافیایی آن بیشتر در مقابل هم قرار خواهند گرفت و شرایطی که رژیم در دوران ترامپ داشت تکرار می شود در ایران در بالاترین رده های در مورد عقب نشینی در برابر فشارهای غرب و مقاومت بین دو جریان قدرتمند اختلاف بسیار جدی وجود دارد اگر قبلا اصلاح طلبان منافع نظام را در گروه سازش با غرب میدانستند و گروهی انقلابی به دامان چین و روسیه برای کمک چنگ انداخته بودند اما اکنون این اختلافات موجب شکاف جدی در هسته قدرت شده است همزمان خبر می رسد که مرگ مشکوک دومین سرهنگ سپاه به دلیل خیانت و جاسوسی وی برای اسرائیل بوده است. مرگ مشکوک یکی دیگر از اعضای ارشد سپاه قدس، بازوی خارجی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این بار در کرج خبرساز شده و موجب حذف فیزیکی یا اقدام اسرائیل در محافل مختلف و شبکه های اجتماعی مطرح است. شبکه ایران اینترنشنال روز پنجشنبه دوازده خرداد گزارش داد سرهنگ علی اسماعیل زاده از فرماندهان واحد 840 نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از همکاران نزدیک سرهنگ پاسدار حسن سیاد خدایی به طرز مشکوکی کشته شده است بر اساس گزارش این رسانه اسماعیل زاده دوشنبه نهم خرداد ماه پس از سقوط از بام خانه در منطقه جهان نما در کرج کشته شده است. مقامات سپاه پاسداران در گفتگو با خانواده اسماعیل زاده علت فوت او را خودکشی اعلام کردند چون این ادعا شده که او به دلیل مشکلات روانی ناشی از جدا شدن از همسرش به زندگی خود خاتمه داده و نامه هم در همین ارتباط از خود به جای گذاشته است ایران اینترنشنال همچنین به نقل از برخی منابع گزارش داد پس از کشته شدن سرهنگ سیاد خدایی اطلاعات سپاه پاسداران که به دنبال سرنخهایی در داخل نیروی قدس بود است به سرهنگ علی اسماعیل زاده مشکوک شده و او را به نشت اطلاعات به سرویس های اطلاعاتی متهم کردند به گفته این منابع سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در پی سوء زن به این همکار نزدیک سرهنگ سیاد خدایی تصمیم به حذف فیزیکی او با توسل به صحنه سازی خودکشی گرفته است ساعتی پس از انتشار این خبر خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک منبع آگاه بدون نام بردن از اسماعیل زاده خبر ترور او را کرد و آن را جنگ روانی و خبرسازی کذب دانست اما تاکید کرد در روزهای گذشته یکی از پاسداران در ای در منزل مسکونی خود جانش را از دست داد که علت وقوع آن در دست بررسی است در شبکه اجتماعی اعلامیه ترحیم اسماعیل زاده منتشر شده که نشان میدهد سرهنگ تمام بوده و مراسم دفن او دهم خورداد در گورستان کلاک هومه کرج برگزار شده است در اعلامیه به همسر و دختران او اشاره شده که ادعای جدایی اسماعیل زاده از همسرش را زیر سوال میبرد حسن سیاد خدایی با نام سازمانی شکاری از افسران عضو سپاه قدس یک شنبه اول خرداد 1401 در مقابل منزلش در شرق تهران با شلیک پنج گلوله کشته شد یک روز پیش از کشته شدن سیاد خدایی شایعه ترور امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شبکه‌های مجازی شد که توسط حکومت تکذیب شد در این میان خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران با رد گزارش ایران اینترنشنال گزارش داد که اسماعیل زاده هفته قبل از تراس منزلش که حفاظ مناسبی نداشت به پایین سقوط کرد و جان باخت علت این فوت به تایید مراجع رسیدگی کننده از جمله پزشکی قانونی نیز رسیده است معلوم نیست خانه این پاسدار چند طبقه بوده که وی از فرماندهان واحد 840 سپاه قدس با پرتاب از تراس این خانه نه بلکه کشته شده است